سلام و شام همه بخیر. تمنا دارم که باش کاسکار در چپنه گرفته باشم. تمنا دارم که در هر کجای افغانستان هستین زندگی مملو از نشاط را داشته باشین و دوستایی که در خارج از کشور بیننده برنامه خودشان برنامه درمان هستند همچنان زندگیشان مملو از نشاط سپری شود. امروز ما به اتفاق همکارای عزیز خود در خدمت شما عزیزا و دوستا قرار دارم که یک برنامه جالب در مورد یک موضوع عام طبی را خدمت شما ارائه بکنم. تمنا دارم که تا آخر بیننده بحث ما باشیم تا از طریق از این برنامه به دانش طبی و آگاهی صحی شما افزوده شود. دوستای گرامی، قبل از اینکه بریم به اصل موضوع برنامه بحث داشته باشیم، خوب است که به صورت مشترک بسته معلوماتی را که دوستا آماده ساختن تماشا کرده و همه ما به صورت دستجمعی پس دوباره می. چربی جگر چیست و چگونه به آن مبتلا می شویم؟ کبد یا جگر چرب زمان رخ می دهد که چربی در جگر جمع شود. وجود اندک چربی در کبد طبیعی است، اما مقدار زیاد آن می تواند برای سلامتی مشکل ساز شود. کبد یا جگر دومین ارگان بزرگ بدن است. این ارگان مهم به هضم مواد غذایی حاصل از غذاها و نوشیدنی ها کمک کرده و مواد مضر خون را فیلتر می کند. چربی زیاد کبد می تواند باعث التهاب کبد شده و به آن آسیب برساند و ایجاد زخم کند. در موارد شدید این زخم می تواند نارسایی کبدی را در پی داشته باشد. دو نوع کلی بیماری کبد چرب وجود دارد. کبد چرب الکلی، این نوع تجمع چربی در کبد است که ناشی از نوشیدن بسیار زیاد نوشیدنی ها است. حدود 5% از مردم آمریکا به این نوع از علائم کبد چرب مبتلا هستند. کبد چرب غیر الکلی، این نوع کبد چرب در افراد بروز می کند که مصرف زیاد نوشیدنی های الکلی ندارند و 1/3 بزرگسالان و 1/10 کودکان در آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. محققین علت اصلی ایجاد کبد چرب غیر الکلی را پیدا نکردند. با این وجود عوامل بسیاری چون چاقی و شکر می تواند خطر آن را افزایش دهد. با این حال در برخی موارد می تواند سبب آسیب به کبد شود. خبر خوب این است که می توانید در اغلب موارد از آن پیشگیری کنید و یا بیماری کبد چرب را با تغییر سبک زندگی از بین ببرید. عوامل خطر ابتلا به کبد چرب: نوشیدن مقدار زیاد الکل خطر بروز این بیماری را افزایش می دهد. از سایر عوامل خطر این بیماری می توان به موارد زیر اشاره کرد: چاقی، مقاومت به انسولین، ابتلا به شکر 92، ابتلا به سندرم تخمدان پلیکستیک، حاملگی، سابقه عفونت های خاص مانند هپتاید، مصرف بعض از دواهای مانند متوتریکسات، تاموکسیفین، آمیودورون و اسید والپوریک، افزایش کلسترول، افزایش تریگلیسیرید، قند خون بالا. خوش برگشتین. بیننده برنامه درمان از تلویزیون جهانی آریانا هستین. قرار که در بسته معلوماتی تماشا کردین، بحث امروز ما در مورد یک مرض خیلی عام هست که پیر و جوان را امکان را که مبتلا کنند. خصوصا با این سبک نادرست زندگی که ما روزمره او را سپری میکنیم، ببینید که جوان جوان بچه ها شکمشان از ما پیش برآمده، چربو به ترم سال در شکم جمع شده، سینه خود کلان ساخته و وقتی که مثلا مریض ماینه الکتراساوند میکنه میبینه میگه در ماینه تلویزیونی گفت در جگر ما 2 درجه چربی است، 3 درجه چربی است. پس امروز ما
اینجا حضور دارم تا بحث بکنم در مورد نان الکولیک فاتی لیور دیزیز. یک نفر با وجود که شراب نمی نوشه، یک نفر با وجود که آدم الکولیک نیست، چه فاکتورها و چه امراض سبب میشه تا در داخل حجرات کبد ازی یا در داخل حجرات جگر ازی چربی شود. به خاطر وضاحت بیشتر و درست توضیح دادن این موضوع، ما شما را دعوت میکنم به تماشای ویدیویی که همکارای عزیز آماده کردن. همکار عزیز، ویدیو. خب دوستای گرامی، قراره که شما در این تصویر سه‌بعدی میبینین، کبد یا جگر یکی از اعضای بزرگ بدن را تشکیل میده. بیشتر از 500 وظیفه در بدن داره. از جمله وظایف بزرگ کبد را ما میتونیم میتابولیزم بگوییم. در میتابولیزم شحم، در میتابولیزم قند، در میتابولیزم مواد پروتئینی، این جگر نقش داره. یک. دوم، مواد سمی را در بدن ما جگر دیتوکسیفای میکنه، بی ضرر میسازه. یعنی یکی از وظایف کبد یا جگر بی ضرر سازی مواد سمی هست. در ضمن در پروسه هضم و ای که غذا آماده جذب شود نقش دارد. چرا؟ یکی از موادایی که در پروسه هضم مواد نقش میگیره بدون شک بایل یا سفراس و ای در کبد تولید میشه و در عین حال هورمون های مختلف را هم تولید میکنه و هم تنظیم میکنه. مثلا اریتروپویتین یک هورمون است، 10% در کبد تولید میشه و در ضمن در موازنه تأمین کردن هورمون ها همچنان در بدن نقش داره. این عضو در قسمت پایانی حجاب عاجزی، پرده که قفس سینه را از شکم جدا میکنه، در قسمت پایان حجاب عاجز در زیر قبرقا در قسمت بالایی راس بطن یا شکم ما شما موقعیت داره. برین دوستا، خب جگر وظایف را که داره آیا مرض میگیرش؟ دوستای گرامی، در این تصویر که میبینین، هر مکعبکایی که میبینین این را واحد وظیفوی حجرات، واحد وظیفوی جگر میگن. نام ازی از هپاتوسایت. یعنی نمی جگر نمی 500 وظیفه را که اجرا میکنه، باید نمی هپاتوسایت ها درست کار بکنه و این رگکایی که به ایجا آمده ای عبارت شبکی است که بین نمی حجرات خون را میرسانه. برین دوستان، پس به خاطر کارکرد درست کبد ما باید هپاتوسایت های ما جور باشه. شما میبینین قراره که من پیشتر گفتم در میتابولیزم مواد مختلف، در پروتئین، در شحم، در مواد قندی و در ذخیره کردن، ای که به طور مثال گلوکوز در بدن ما به شکل گلایکوژن ذخیره میشه، یک جایی که جگر اینا میره ذخیره میکنه کبد است. یک جایی که بدن اینا میره به شکل ذخیروی در خود میگنجانه جگر یا کبد است. عین شکل در تصویر دیده میشه که باز هم امو هپاتوسایت ها، یعنی حجراتی که در کبد نقش اساسی اینمی وظایف را اجرا میکنه. خب گاهی اوقات پیش برین دوستا، گاهی اوقات در سیر یک سلسله امراض اینمی حجرات کبد دچار تشوش میشه و یکی از جمله تشوشاتی که در این حجرات کبد مشکلات را ایجاد میکنه او عبارت از جمع شدن چربی در حجرات کبد است. شما قراره که در تصویر میبینین این را به نام استیاتوسس میگن. یعنی در هر حجره کبد شما ببینین چربی جمع شده، یا به شکل مرکزی جمع شده یا به شکل محیطی چربی جمع شده. این چربی اگر خفیف باشه با اصلاح سبک زندگی امکان داره که پس دوباره بازگشت بکنه، ولی اگر جمع شدن چربی در حجرات کبدی زیاد میشه، آستاستایی در کبد ما التهاب را ایجاد میکنه. این التهاب وقتی که جلوش گرفته نشد در کبد فبروز ایجاد میشه، یک نسج بیکاره در جگر ایجاد میشه، یک نسج بیهوده در کبد ایجاد میشه. این هپاتوسایت ها و حجرات را که پیشتر گفتم دیگه او 500 وظیفه را به تو دوستم اجرا نمیتونه، در سیر از این آستاست و جگرت خراب میشه. این جگر را به نام سیروز کبد میگن و بعد از او اگر سیروز هم جلوش گرفته نشه میره به طرف خدای نخواسته سرطان های کبد. قراره که در تصویر میبینین، خب چربی در حجرات کبدی جمع شد. برین دوستا، حالا بحث بسیار مهم ای است که کدام عوامل سبب میشه که در کبد ما چربی جمع شود. نمبر اول، چاقی.
40% افرادی که چاق جگرشون چربی داره. 2 شکر کنترل نشده. 3 بلند بودن تریگلیسرید در خون یا چربی جگر که میگن چربی جگرم بالاست یا تریگلیسریدم بالاست. 4 کسایی که آفات هورمونی داره، مثلا کسایی که کمکاری غده تایراید داره، مثلا کسایی که کیستای تخمدان داره، مثلا کسایی که هورمون‌های فس قدامی غده نخامه‌شون به اندازه کافی آزاد نمیشه، مثلا کسایی که غدوات ادرینال یا بالای گردهشان بیش فعالی داره، مرض پیشانی ایجاد شده به نام کوشنگ. متوجه هستین؟ در ضمن از عوارض جانبی بعض دواها امکان داره که به طور مثال سبب جمع شدن چربی در جگر یک فرد شود. دواهایی که بر روماتیزم استفاده میشه، بعض دواهایی که به خاطر بی‌نظمی های برقی در قلب استفاده میشه، بعض دواهایی که به خاطر مهار کردن التهاب در بدن استفاده میشه، اینا امکان داره سبب جمع شدن چربی در کبد شود. سبک نادرست زندگی ما، ما سپورت نمیکنیم، ما فرکتوز زیاد استفاده میکنیم، ما فایبر کم میگیریم، ما شمع مشبوع میگیریم، ما 24 ساعت قیماق میخوریم، ما زردی تخم مرغ میخوریم، ما مثلا دنبه استفاده میکنیم، ما گوشت گوسفند استفاده میکنیم، ما اگه به طرم سال بامیام در خانه ما پخته میشه که یک جبچه به روغن خورده میشه. این همه فاکتورهای خطر است که سبب جمع شدن چربی در جگر یا کبدت میشه. دوستم چربی جگر امکان دارد از زن و مرد باشد شود، ولی ایجاد از ای تا بعد توقف عادت ماوار در زن مردا زیاد است. بعد از اینکه عادت ماوار در زن و مرد زنام استاد میشه، همین میزان دوام خطرش بلند میشه. پیش برین دوستا، تا ختم ویدیو باید پیش بریم. خب در سیر از این بالاخره کبد چربی میگیره، چربی میگیره، جگر دیگه او کارهای خود نمیتونه، این چربی زیاد شده رفت. این مرحله را به نام NAFLD میگن، یعنی جمع شدن چربی در حجرات کبدی. برین دوستا، آستاس تا این جمع شدن چربی در کبد التهاب را ایجاد میکنه که حالت را به نام ناش میگن، یعنی التهاب حجرات جگر ناشی از جمع شدن چربی. خوبی حالت پیش میره، تمام حجرات کبدی معوف میشه، چربی کلش گرفت، التهاب حاکم است. برین دوستا، و در نهایت این التهاب سرانجامش چی هست؟ جگر از اون حالت به این تبدیل میشه، و در سیر از این امکان دار در کبد ما و شما سرطان ها، سیروز کبد و خطر امراض قلبی و عدم کفایه گرده افزایش پیدا کنند. بسیار بحث ها در مورد جمع شدن چربی در کبد داریم. بعد از یک میان برنامه دنبال. سلام مجدد. خب وقتی که در داخل از این حجرات کبد یا هپاتوسایت ها چربی جمع شد، در صورتی که تراکم چربی زیاد شوه، در طویل المدت سبب التهاب در کبد میشه که از لحاظ طبابت اینا میره به نام ناش میگن، یعنی با وجودی که فرد الکل نگرفته، چربی در جگرش جمع شده و این جگر دچار التهاب شده. این التهاب وقتی که پیش میره، حجرات جگر ما را خراب میکنه و مو نسج فعال یا مو گوشت نرمال جگر به یک نسج تبدیل میشه که خراب است، بیکار است، فضول است، بیهوده است و او وظایف را که جگر حجراتش اجرا میتونست آلی دیگه نمیتونه. مثل که در ویدیو میبینین التهاب در حجرات کبدی ایجاد شده. برین دوستا، و بالاخره اگه التهاب جلوش گرفته نشه، فرد نوزم به سبک نادرست زندگی خود ادامه بده، نسج کبد به یک شکل تبدیل میشه، یک تک مکمل جگر از چربی جمع است. در سیر از او شما در او قسمت تصویر که میبینین فیبروز تمام جگر را احاطه میکنه، نسج جگر سخت میشه، بیکاره میشه، آستاستایی پیش رفته میره، تمام کبد ما را میگیره. وقتی که تمام کبد گرفت، این حالتی که در جگر ما ایجاد میشه، این حالت را به نام سیروز کبد میگن. سیروز جگر، نسج فعال جگر کاملا به یک نسج بیکارت تبدیل شده و وقتی که این سیروز بازم جلوش گرفته نشه، خطر سرطان جگر پیش ما هر سال بلند رفته میره. بدون شک جمع شدن چربی در کبد، خطر فلج گرده ها، بندش رگای قلب، خطر مصابیت به شکر، در این حال خطر سرطان در خود جگر و در سایر نواحی بدن بلند میبره.
بیننده برنامه درمان با ما دکتر قیس نکزاد، متخصص امراض داخلی و میو جنسی از تلویزیون جهانی آریانا هستین. 0711128 پول ارتباطی شما با برنامه هست. تماس بگیرین تا اینکه یک چند دقیقه راز و نیاز داشته باشیم. سلام. سلام. هموطن عزیز سلام، شما با برنامه اصل هستین، بفرمایین. هلو؟ دوست ما صدای مرا دارین؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. دکتر تجور هستی، بخیر هستی؟ شکر الحمدلله دوست محترم، شما خوب هستین؟ شکر فضل خدا زنده باشی. دکتر صاحب یک سوال میکردن در به حساب سردرد. بله. بفرمایید. دکتر صاحب ما تقریبا 15 سال در مریضی سردرد داریم. بعضی وقتا دو ماه سه ماه سر ما میاد، وقتی که سر ما درد کنه در حالت هم چشمای ما که مثل کفته زیاد شده بره جل جل میکنه، چیز نمیبینه، قدیر ضعیف میبینیم. باز بعد از یک چشمای ما یک ساعت نیزه باد خوب جور میشه، با یک شدید درد همی سر ما پیدا میشه که بیخی همی دلبدی هم قدش پیدا میکنیم. درست، دلبدی و استفراغ هم کتش میداشته باشه. استفراغ نمیکنم، دل ما بد میشه، غذا بیخی بوی غذا سر ما بیخی بد میخوره. خوشکه دل بد میشه. خوشکده بعد میشنم. درست. در پلی از او دمی وقتی که سردرد میباشی حتما سر و صدا چی غسق غالمغال هم سرت بد میخوره. بله، بوی تیز، بوی عطر، بوی مثلا شامپوی تیز، بوی کدام مثلا غذای تیز سردردی تا تحریک میکنه، شور میته. بله اون درد میکنه. سلامت آقا جان، یک چند شب گذشته ما در مورد سردردی و مشخصا میگرن در برنامه بحث داشتیم. تماشا کردی؟ ما تماشا نکرد دکتر صاحب. برنامه را ندیدی؟ برنامه را ندیدم. اینترنت حتما داری نه؟ بله بله. در یوتیوب نوشته کو میگرن یا نیمسری درمان. بس. امی ویدیویی که ما یک ساعت در موردش بحث کردیم میایه که از این شالا رای مرضت خودت پیدا میکنی. خداحافظ دوستم. تماس بعدی 0711128 شما رو به اینجا وصل میکنم. بله. سلام علیکم. سلام صاحب، شب بخیر. چی حال احوال داری برادر، خوب هستی؟ شکر شکر دکتر صاحب، جور هستی، بخیر هستی؟ شکر دوستم، من خوب هستم. چطور تماس گرفتی، چی مشکل داری آقا؟ خوش اکرام هستم، از کوستنگی بازم دکتر صاحب، قفای سینه هم درست میکرم وقتی که نان میخورم. قفای سینه منظورت هم اینجاست؟ همین قسمت ها، همین قسمت ها. خو خو آقا جان، در گذشته مشکل قلبی خو نداشتی؟ والا من رفت به دکتر صاحب بوجه گفتن که شپایلری داره، بسیار آرق هم میذارم دکتر صاحب. آرق زیاد است و وقتی که نان میخوری قفص های سینه درد میگیره دوستم. وقتی که چپایلوری گفتن داشت باز چپایلوری تا تداوی کردی؟ ده دفعه رفتم دکتر سه پیشک دکتر به طرف گلای دواخانه بود و دوا دادم، باز یک ذره خوب بودم، باز باز کم مری شد. خب بسیار عالی. دلجوشی داری؟ آرق ترش میکنه؟ تیزاب بالا میاد دوستم؟ نه آرق زیاد میزنم، آرق بسیار آرق میزنم. آرق زیاد میزنی. از نگاه روح و روان ناراحت هستی؟ پریشان هستی؟ از طرف شب بیخی ناراحت هستم دکتر سه. چه بد. در ضمن از او دوستم عمل خونه داری؟ نه عمل دیم. سلفه بلغم ایگه پا نیست؟ نه دکتر صاحب. در قفس سینه قبلا ضربه نخورده؟ ضربه آخه یک روز اتنس یک بوکس زده من کار تشپیشم بسیار از طرف شد تشپیش یفت میکنم. خب این ظالم کی بود که بوکس به جانت وارد؟ مواد کسی کرد یک بوکس این پیش سینه مزد یک آن در روز پانزه روز درد نکرد. بله از خدا، بسیار ظالم بوده، بسیار ظالم بوده. تشکر آقا جان، تشکر. ببین دوستم، 40% دردایی که در قفس سینه یک فرد پیدا میشه امکان داره که منشأ در سیستم میدیمیایی باشه. یعنی 40% از دردهایی که در قفس سینه ما پیدا میشه منشأش در میده و سایر ملحقات مربوط جهاز هاضمه میتونه باشه. ولی کسایی که فاکتورهای خطر میداشته باشن اینا خوب است که فاکتورهای خطر به خاطر امراض قلبی اگر کس داشته باشه، مثلا فشار داشته باشه، شکر داشته باشه، بی‌نظمی چربی خون داشته باشه، در گذشته سیگارت کشیده باشه، چاق باشه، دگرد جگرش چربی جمع شده باشه، در این صورت اول امراض قلبی رد میشه.
پیش از این بیادر سه احتمال وجود دارد. نمبر اول سایکوجنیک چست پین، دردایی که با روان ارتباط دارد. دو گاسترو اینتستینال چست پین، دردای قفس سینه که منشأش در معده است. سه چست پین پست تروما، چه معنا؟ دردای قفس سینه بعد از ضربه، یا علتش بعد از مشت ظالمانه دوستت است، یا موضوع کتی مشکلات جهاز هاضمی ارتباط داره، یا ای که مربوط روانت است. در هر صورت مراجعه به یک متخصص یک نیاز است. تماس بعدی. مظلومیار صاحب سلام. سلام دکتر صاحب، خوب است؟ صدمند بخیر. چه حال احوال داری آقا؟ شکر زنده و سلامت بخیر باشی. دکتر صاحب خان یک سوال داشتیم. همی چربی جگر ما از 400. ترایگل سراید تا از 400. خب. بله آقا. بله. باز چه اقدام کردی؟ چند سال هستی؟ بله. چی اقدام کردی به خاطر تداوی؟ چند سال عمر داری آقا جان؟ روز چند ساعت چند دقیقه سپورت میکنی؟ در رژیم غذایی چقدر تغییر آوردی؟ سپورت خو یک ساعت میکنم سپورت. بله. دیگه سندم اومد 40. سندت از 40 ساله. بسیار عالی. شکر نداری؟ نه پس بخوا شکر. فشار بلند نداری؟ فشار نه، فشار نرمال از 120 در 80. به خاطر تریگلیسرید یا مثلا کنترل چربی جگرت در شیوه خوردن تغییر آوردی؟ والا یک ذره تغییرات آوردیم. سابق گوشت و این چیزا جد میخوردم، حال بامیه و فاصله و این چیزا میخورم دکتر به خاطر این چربی. یارا صحبتت معلوم میشه که نخواد چندان پریز بکنی. پریز والا نمیشه، هم دیگه کوشش میکنم که پریز بکنم دیگه. خود خدا میفهمه که چطور برنجا را نوش جان میکنه. دکتر برنج که واقعیت در این پای سه وقت دفته مثال 4 وقت شده برنج هستم دیگه. لیازه خدا کوشش کو برادر بزرگوارم که تنها در این نیست که یکی روغن نخورد، درست است؟ کوشش کو که مثلا امین شایسته با چیزایی که زیاد فراکتوز داره، چیزایی که مثلا امی قند خون انسان در کل بالا میبره، چاق انسان میکنه، از این یا خدا فاصله بده. کردیتت مصرف میشه، من برات توضیح میتم. خدا حافظ. آقا جان میوه بخو، ترکاری بخو، تازه تازه لبلبو بخو، کاو، کرم، گلپی، شلغم به شکل زیاد پخته نشده باشه در نظر مردم نمیه، این را به نام کروسوفر از ویژیتیبلز میگن. تمام از یا زار جگرت پاک میکنه. در ضمن از او صبح از خواب که بیدار شدی در یک گیلاس سایز متوسط یک تالیموی کلان بشپلر صبح نوش جان بکو. زنجبیل تازه زیاد استفاده کو. استفاده زردچوبه را زیاد بساز، یک کپ زردچوبه در روزه که میتونی استفاده بکو. کاو و کرم اینا را تازه تازه بگی. شحم تا به شحم غیر مشبوط تبدیل کو. روغن تا روغن نباتی بساز. ورزش منظم حداقل بر 30 دقیقه منظم در روز بر یک نیاز است. هر نوع نوشیدنی دیگه تا به آب تعویض بکو. هفته یک دو دفعه قهوه تلخ بخو. چای سبز را ترجیح بده، شاید نیاز به گرفتن دوا پیدا نکنی. معمولا در جوانا تریگلیسرید در صورتی که پیش افراد فاکتورهای خطر دیگه به خاطر تسلوب شرایین نباشه، در صورتی که رنجش از 500 بالا بره، باز بر افراد اشخاص دواهای مهار کننده چربی مضر یا تداوی دیسلیپیدمیا صورت میگیره. پس اینی گپایی که اگر من گفتم مراعات بکنی، انشالله بدون گرفتن دوا اینمی تریگلیسرید تو پایان میه. توصیه دیگه ما به تو چیست آقا جان؟ ای است که در 3-4 ماه یک دفعه لیپید پروفایل طبیبی، ایتونه که هر ماه یک دفعه یک چربی جگر معاینه کن، در 3-4 ماه. ولی اینی سبک زندگی تا که گفتم یا را اصلاح بساز. ناچار هستیم که یک میان برنامه داشته باشه. میریم و پس میاییم، بخش معلوماتی در ذهن داریم که براتون پیشکش بکنیم. خوش آمدیم. ما یک روز در برنامه فواید ورزش منظم حوازی را به شما گفتم. بسیارتان گله و گذاری میکنیم که جای نیست، کلب نیست، کلب ها بند است، امکانات نیست، کوچا خاک است. امروز ما یک بزرگوار را در کنار خود داریم که یک سلسله حرکات را به شما میگم.
کسایی که تکالیف قلبی دارین، کسایی که چاق هستین، کسایی که شکر دارین، کسایی که فشار بلند دارین، کسایی که گله و گذاری دارین که جایی به سپورت نیست، در یک اتاق یک در یکم شما حرکت ها را کرده میتونین. دیگر را چی میکنین؟ ما در برنامه جناب خواجه آقا صدیقی مربی پرورش اندام را با خود داریم. جناب ایشان حرکت های را به شما دوستا میگن که اگر شکر دارین، فشار بلند دارین، مشکلات قلبی دارین، جایتان تنگ است. اینمی ها را میتونین در خانه اجرا کنین. خواجه صاحب محترم خوش آمدین به برنامه. زنده باشم جناب دکتر صاحب. سلامت باشین. من از دیدن شما خوشحال هستم. بفرمایید. کامرا در خدمتتان. سلام احترامات خدمت بیننده های تلویزیون آریانا. خواجه آقا صدیقی هستم در خدمت شما عزیزان. بسیار عالی. خواجه صاحب ما دعوت میکنیم به اجرای حرکت ها. بیننده های عزیز شما تمامتان متوجه باشین که اینی حرکت ها را میتونین که شما در خانه برین، ضرور نیست که کلش همزمان شروع کنین. خواجه صاحب محترم برین بخیر. اول نرمش جا در جا، چون که اگر در داخل جیمای باشگاه باشن میتونن 20 25 دقیقه پیاده روی داشته باشن. بله. چون در خانه که امکانات ندارن، در خانه هستن 5 دقیقه. بسیار اول جا در جا نرمش میکنن، بعد از او آرام آرام دستا رو حرکت انجام میتن. بله. چون ثابت ساد میشن فقط دستا رو حرکت میتن. بعد از او دورانی کار میکنن تا که عضلاتشون آماده شه و گرم شه. عضلات نرم شه و گرم شه و آماده شن، باز برکات کم کم بیشتر بیشتر آماده شن. بسیار عالی. دوباره از داخل به بیرون حرکت انجام میدن، هر کدام ده دانه که عضلات را نرم بسازه و آماده شه. بعد از او حرکات نرمش عضلات شانه کار میکنن، باز دست شبه کار، هر کدام ده دانه بغل باز میشه. بله. یک طرفه. باز دوباره 5 دقیقه نرمش در جا، پیاده روی جا در جا، جای در جای کمی را جاگینگ انجام میتن. بعد از او آرام که آماده میشن، قسمت بالاتر حرکات پرش انجام میتن. به این حالت برای مزاد فقط 20 دانه 25 20 دانه 3 4 باز استاد امیره برین، امیره باز برین، فقط به این حالت. این بسیار حرکت خوب است، حرکات خیز جست. بله درست. بله. بعد از او باز یک استاپ میکنم برای 30 ثانیه 40 ثانیه، باز یک 5 دقیقه حرکات نرمشی جا در جا. بله. بعد از او که آماده میشن سر پا کار میکنن، حرکات اسکوات یا نشست برخاست. بله. یا بایتک. بله. اگر چوکی داشته باشن میتونن در چوکی بنشینن، پس بنشن که زیاد کامل زمین نشن که باز مفصل های زانویشان خدا نخواسته ثابت نشن. بسیار عالی. همینجا یک مگ نقطه را علاوه میکنم که اینی حرکت باز بر کسایی که سایدگی مفاصل زانو دارد، اینی را شما نرین، یا اگر بسیار مثلا کهنسال هستین اینی را نرین، یا اگر مشکلات دست که کمر یا دارین دیگه احتیاط کنین. جوان که هستین میتونی که اجرا بکنی. باید که بگم نظر باید فرمودی خود جناب دکتر، کسایی که دست کمر دارن. بله بله. حرکات خیز جست انجام ندن. بله بله. بسیار فقط جا در جا حرکات آزاد انجام بدن. حرکات آزاد جا در جا. خیز جست هیچ وقت نباید. بله. به خاطر کوار قدر همون مسافه که بین دو موره سر پم بین فشاره و اورشتای اعصاب که زیر فشار گرفت، اما قدر دردی که به پایای مریض انتشار میکنه اور تشدید میکنه. بله. و بعد از بعد میتونن ریسپون بازی انجام بدن. بعد از اینکه آماده میشن ریسپون بازی. البته کسایی که مشکلات کمر نداره و مشکلات زانو نداره، کسایی که تنها مشکل دیابت داره، فشار داره. بله. بله. فقط ریسپون بازی 100 دانه 300 400 انجام بدن. اگر ریسپون نبود بدون ریسپون. بله. فقط همو حرکات همو حرکات و مارا انجام میدن. بله. بعد از او یک وقفه میگیرن مثلا 30 ثانیه یا 50 یا 60 ثانیه، بعد از او سرپد کار میکنن، آرام آرام در قسمت ساد میشن یا به دیوار. بله. یا به تخت یا میز، هر چی پلوشون است خود محکم بگیرن که سرشون فشار زیاد نیاره، آرام آرام پار انجام میدن، بالا پایین حرکات پد انجام میدن. عالی. به یالت از یک طرف چربی سوز برشون میشه، مثلا شکم. بله. از یک طرف شکمشون پایین میاد. بسیار عالی. و میتونن بعد حرکات پشت پد با یالت خود محکم بگیرن، فقط دست محکم این قسمت بگیرن، آرام آرام پاره پشت سر. عالی. که پشت پد رو انجام بدن. مریضای دیابت اکثرش از lower extremity weakness شکایت داره، میگه پایم دم نداره، پایم بی‌دم، شیمه ندارم، از جایم استاد شده نمیتونم. این در توانمند بخشی عضلات پاها. بله. به شما کمک میتونه. خودت بده چون بالا میره. بله. و همچنان جلو پا نشسته. بله. یا استاده، اگر میتونن در شوکی بنشینن انجام بدن حرکات، اگر نمیتونن همونطور آساد استاده، فقط خودم محکم دست از قسمت پشت پد محکم بین، آرام آرام از قسمت زانو پار بالا پس پایین کنن. ولی این حرکت برای کسی که سایدگی مفصل زانو دارد توصیه نمیشه. بله. اگرچه دکترش بخشش باشه توصیه میشه. بله. ولی
اینا سبک آرام آرام به خاطر که این حرکت بود پیدا کنه این آدمی رقنوت عینکه زانوشان که باز خدا نخواسته از سابیدگی جلوگیری میشه. بسیار عالی. بعضی عضلات هست که اینجا باید تقویه شود به خاطر مثلا حفظ ثبات زانو. بله. ولی هر قدر دمی سایدگی مفاصل که باز امی قاتلیس شدن مفصل زیادتر باشه، اون موضوع رو تشدید میکنه ولی در مراحل ابتدایی سبک بود انجام بله به توان بخشی اگر کمک میکنه. باز به اینا که مثال خدا نخواسته مشکلات دارن مفصلشان و همچنین پیش رنگ گفتن دست کمر دارن یا مثال می دیابت است. حرکات سنگین برایشان توصیه نمیکنیم. فقط سبک بدون وزنه. این حرکات بدون وزن برشان انجام میدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. بعد از او حرکات بعدی ما استاد محترم بانی که دوستایی که دیابت داره یک کمک بعض اوقات با ضعف حافظه همچنان مواجه می باشند. در صورتی که شکر کنترل نباشه، خدا خیر نخواسته جمله به کدام توهین به مریضای دیابتیک نباشه، بیاز ما هم در لب لب جوی که شما روان هستم. اگر همکارای تکنیکم موافق باشه، امی حرکات را شما میرین و ما فواید از این توضیح میتونم که با کدام میکانیزم اینا امکان داره که بر افراد اشخاص سودمند باشه. از همون شروع شما هر کدامش سه دانه تکرار بدید. از همون شروع اول بله بله که دوستا هم بیاموزن، دوستا شما فوکس کنین دوست ورزشکار ما را و ما فقط توضیح میتونم فواید سپورت های ایروبیک و حوازی را پیش افراد اشخاصی که مریضی های مختلف و فاکتورهای خطر به خاطر بندش شریان های قسمت های مختلف بدن بخصوص قلب میداشته باشن. استاد محترم بفرمایید. بسیار خوب. حوال در شروع وقتی آماده میشیم نفس عمیق میگیریم و آرام آرام در جا پیاده روی یا حرکات پا در جا همطور انجام فقط برای مدت 5 دقیقه. بعد از آرام آرام دست ها حرکت میتیم از داخل و بیرون هر کدام 20 دانه بر 3 ست. بعد از او از رو به رو دست راست پایین دست چپ بالا بعد دست راست بالا دست چپ هر کام اینا هم 10 دانه انجام میدیم 3 ست. متحرک برو استاد، متحرک برو که ما باز مجبور برم کتید چون به خاطر که معمولا کسایی که شکر دارن بله. اینا دست کمر هم تقریبا یک کمی میداشته باشن بله. لخت خیزجست نباد کنن بله. در شروع بله. فقط به یالت آرام آرام انجام بتونی حرکتن. بعد از او حرکات دورانیست بله. فقط 20 دانه 3 دوره 3 ست از داخل به بیرون انجام میتن بله. از بیرون داخل به باز بار از داخل به بیرون باز حرکات چرخشیست آرام آرام فقط به ایالت کم چربی کمرش از بین میره پهلوها و هم آرام آرام مقامت وجود بالا میره بله. بعد از او دوباره 5 دقیقه نرمش جاگینگ به بله. شکل جاگینگ میکنن بله آماده میشن باز آرام آرام حرکات پد کار میکنن فقط از یک قسمت ها محکم میگیرن 20 بیزانه بله آرام آرام 20 20 پای راست همچنان باز حرکت از یک جا محکم میگیرن پای چپ به ایالت پای چپ درست؟ آره. قسم محکم خود میگیرن و همچنان از یک چوکی میز باز محکم حساب پشت پت بالا درست. انجام میتن مستقیم و همچنان میتونن قاط کنن از زانو اگر بیشتر هم کسایی که مفصلشون بله. مشکل نداشته باشه اگر مشکل بسیار خفی باشه آرام آرام پشت پا قاط میبینه که خدا وقتی که حرکت میره در عضلات ران فشار میاد فشار میاد یعنی مقاومت بدنش بالا میره پیشران خود نگفتی که از لحاظ بعضی کسا می پای بسیار بی‌حس است خدا این می حرکت انجام و بعد از اینکه آماده میشن حرکات اسکوات بله فقط گوش کنن که چوکی پشت سر بس دارن در چوکی بشینن تا این اندازه پس بالا میشن این دیگه به اصطلاح بایتک نیمه بایتک نیمه بایتک نیمه بله مثلا از لحاظ اسکان یاد بایتک بایتک بس کامل باید بشینی بله این نیمه است ولی این به خاطر که اونا مشکل داشته باشن آرام بنشینن پس اینا فقط 20 20 دانه انجام بدن 3 ست عالی بس که آماده میشن پیشرم گفتن کسایی که مثال مشکل کمر نداشته باشن بس دوباره یک فقط 20 20 دانه پرش انجام میدن عالی خیز جست پرش بسیار و بعد از اون اگر باز امکانات داشتن برای باشگاه که میرفتن سر ماشین دوش یا بایسکل یا هجده فقط آرام آرام برای 15 دقیقه برای 10 دقیقه انجام بتونن حرکات بسیار عالی خب این حرکت هایی که استاد بزرگوار گفتن ما از نگاه طبابت یکی ورزش های دینامیک داریم یکی ورزش های ایزومتریک داریم یکی ورزش های ایروبیک داریم مثلا استاد این بازو یای خدا که جور کرده ای زیاد ورزش های دینامیک را کار کرده ورزش هایی که به ترم سال بالا یک قسمت عضلی بدن به شدت کار بسیار ثقیل اجرا میشه ولی برای کسایی که تکالیف می داشته باشند این ورزش مناسب نیست. مواردی که مثلا پیر می باشین
این حرکت ها بر شما مناسب نیست. بهترین سپورت، سپورت های کاردیو پروتکتیف از برتان، یعنی او سپورت هایی که قلب شما را نگاه میکنن، او سپورت هایی که مانع بندش رگای قلبتان میشه، مانع بندش رگای پایتان میشه، مانع بندش رگای دستتان میشه. حرکت های را که استاد اجرا کرد، اینا اکثرش حرکت های ایروبیک است. حرکت های عوضی به این معنا که در جریان اجرا کردن از این حرکات ضربان قلب شما افزایش پیدا میکنه، بدن عرق میکنه، میتابولیزم و ساخت سوز در بدن بلند میره و در عین حال به تک تک از حجرات و عضلات بدن به اندازه بسیار سریع خون و اکسیژن میرسد. در سیر ازی شما شکر رو قایه میکنین، فشار رو قایه میکنین، شکر رو تداوی میکنین، فشار را تداوی میکنین، خطر بندش رگای قلب را کم میسازین، خطر سکته مغزی را کم میکنین، خطر به طور مثال بندش رگای قسمت های مختلف دیگه بدنتان کمتر میشه، به عضلاتتان توان میبخشین، روانتان آرام نگاه میکنین، کورتیزول و هورمون استرس را در بدنتان کم میکنین، حجرات اندوتلی که رگای داخل قسمت داخلی رگا را مثلا احاطه کرده و درست کار میکنه، مانع چسبیدن به طور مثال چیز به این میشه و در عین حال روانتان بسیار ریلکس و آرام میباشه. استاد سعی کنین امیال از مکده بشاش است. خواهش میدونم. دکتر یک گپ دیگه میخواد کوتاه بگم. جان. معمولا به این طور مشکلات مریضی یا دیابت بیشتر یوگا بسیار خوب برشان، حرکات یوگا این انجام بتن و حرکات های رقص باید داشته باشن. درست. درست. که همیشه رقص انجام بدن، یوگا باشه، این حرکات هاست که بیشتر سرفکرشان تمرکزشان خوب تر میشه و بر حساب شکرشان قند خون دیابت پایین میایه برشان و در این حال مغز را یک مقدار آرام میسازه. امیدوار هستم که این همیال هم کستان اگر شکمتان سیر نیست آماده یالا شما برین به اجرای حرکت ها، ما میگیریم یک وقفه پس دوباره برمیگردیم. از استاد معظم هم یک دنیا ممنون. قربان شما. زنده و سلامت باشید. ممنونتون. سلام مجدد. تشکر از اینکه برنامه درمان را به دیدن برگزیدین. 0711128 پل ارتباطی شما با برنامه. بله سلام علیکم. بله. سلام علیکم خانم. سلام علیکم دکتر صاحب. سلام صاحب، خوب هستین؟ آرامیش؟ شکر الحمدلله. تو خوب هستی دکتر صاحب؟ شکر الحمدلله، بخیر باشین. خانم محترم چی مشکل دارین شما؟ چطور تماس گرفتین؟ دکتر صاحب مشکل ما نیست. جب دردی که داشتم دیره خواهم ما تماس شده بودم. دیگه مشه دست کنم دکتر صاحب اما دکتر صاحب ما این خانه تونو بگوین. درست است، همکارای تکنیک انشاءالله کمرای تو نمانگی میکنن خانم محترم. تشکر. سلامت بخیر باشین. تماس بعدی. بله؟ بله. آقا جان چی موسیقی را پلی کردی ما را؟ در جنجال نمانه یک دفعه. کدام کس تماس گرفته بود تایپ پلی کرده بود. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. یادت جور هستی مخیر هستین؟ چی حال داری آقا جان؟ خوب هستی؟ شکر هستم دو خواهد خیر باشین، آرام باشین. چطور تماس گرفتی صاحب؟ از ولایت فاریاب تماس می‌گیرم. خب بسیار خوب. چی مشکل داری آقای محترم؟ مشکل ما این است که ما می‌تونیم می‌رسیم. من بسیار همیشه هر صبح دعوا که می‌خوریم می‌ریم مشکل ما چی است؟ تهارت میده کردن او که میخوری گفتی تیست تشناب میدوی؟ بله بله درست. تال را به خاطر حل از این مشکلت به دکتر مراجعه کردی دوستم؟ نه تا حال نرفتیم. وزن باختی؟ لاغر شدی؟ سلامت آقا جان، تشکر. ببینین دوستا، وقتی که یک فرد از پولی یوریا یا تکرر ادرار شکایت می داشته باشه، عوامل مختلف سبب این امر شده می تانه. بینظمه هورمونی، کسایی که شکر با مزه یا شکر بی مزه دارن، یعنی دیابتوس ملیتوس یا دیابتوس انسیپیدوس دارن، تکرر ادرار دارن. کسایی که بینظمی های الکترولیتی می داشته باشن، عدم موازنه مثلا کلسیم و پوتاشیم در بدن، تکرر ادرار را سبب میشه. افراد اشخاصی که از نگاه روح و روان نارام هستند و مثانه عصبی دارن یا اوور اکتیو بلادر، امکان داره تکرر ادرار داشته باشن. انتانات طرق بولی سبب تکرر ادرار میشه، میکروبایی که مثانه و پروستات یک نفر را گرفته باشه.
افراد اشخاصی که مشکلات زخامه سلیم پروستات یا بی پی ایچ دارن، تکرار ادرار خصوصا از طرف شب می داشته باشن، بعض افراد اشخاصی که مشکلات کلیوی و در این حال قلبی داشته باشد، امکان داره نکچوریا داشته باشه، روز خوب است، شب تکرار ادرار می داشته باشه، به خاطر که در شب و پوندیدگی که در پایاز بازگشت واریدی که در قلب زیاد شد، مریض می دوانه و بالاخره می دوانه و خوابش را بر هم می زنه. پس نیاز به این است که ارزیابی شد که علت پولیوریا یا بار بار رفتن به تشناب در نزد شما چیست؟ بعض افراد اشخاص مشکلات در تغلیظ ادرار می داشته باشند. ادرار را گردایشان غلیظ ساخته نمی تانه و مریض به طور مثال ادرار را زایی می کنه و در سیر از او دوچار کمبود حجم مایات در بدن می شه. پس قضاوت غیابی در مورد از یه امر کار بسا دشوار و شکر چون یک مرض عام هست، انتانات و طرق بولی در جوان ها یک مرض عام هست، اول ایدو در خط اول قرار بگیره. اگر بازم پیش فرد مشکل حل نشد و یا ای که عامل این موضوع امی مسائل نبود، باید مریض مشوره یک سپیشلست یا متخصص را دیگه امر داشته باشه که عامل تکرار تبول پیشش چه هست. دوست بعدی، سلام فردین جان. سلام. سلام علیکم، بخیر خوب هستین؟ چی حال احوال داری دوست بزرگ؟ بخیر هستین جان جوش. والا شکر خوب هستم. زنده باشید دکتر، سلامت باشید. چطور تماس گرفتی آقا جان؟ سوالت بگو. دکتر سبیم کمر زیاد درد میکنه. وقتی کمی میشینم در خانه میشینم بسیار شدید درد میکنه که میخیزم هم درد میکنه بازم یاردو پای بیست میشه. این پشتاش پایین که از قپای پشتر همه تا یک مرچم بشه بسیار شدید درد داره. بیخید بازا بازیم که ایران بانه. عالی، سلامت شنونده باشین. دوست محترم ببینین، اول خو عزیزای گپ بگویم که ما می چیزی که بد می بسیار بغض بودن است. پیشانی ترس فقط که بیادر بزرگوار کدام کس دشمن آدم باشه. ما یگان دفعه تو خدا میگیرم، هدف این نیست که با قار از تو ای لایت ها کس هم یعنی جدا سر مگ حساب کنم از 50 تا لایت زیاد است. چشم مرا میبرم، مرا خوب ببینیم که کور خداست. به می خاطر یعنک مگ نباشه همیال مثلا اون شی تلویزیون دیدن نمیتونیم یعنک کایم چشمایم است. اولادای خدا بسیار دوست دارم، ولی نمی عینه که مرا که خراب میکنن یگان دفعه مورد مؤاخذه لفظی قرار میتونشان. پیشانیم خدای نخواسته ترش نیست، کجا میل در پرویو دیدم خودم خوش خودم نامدم. این لایت هاست ها و ما مجبور هستم که تو خدا بگیرم که زیاد در چشمم نخوره، به خاطر بنده حقیرم نیمسری داره، میگرن داره و یک محرکش اینه گروپ های تیز است. اینه تو خدا میگیرم چیز چشمایم تنگ، چیزی آینکم فلترش میکنه، چیز نور خودم پت میکنم که باش خدای نخواسته تحریک نشه سردردی من. هموطن ما که در مورد کمر پرسان کردن، امی گفتارشان، نظر و شکایتشان بیشتر در حالت به امراض میکنه که را در کل به نام لامبردسکوپاتی میگن، یعنی امو موادی که در بین دو فقره موقعیت داره، گاهی اوقات به اساس وزن برداشتن، ترزیز و سایر فاکتورها ای بالای امو حرام مغز فشار میاره و وقتی که بالای حرام مغز فشار آورد، این سبب میشه که در تای ازی به شکل انتشاری در قسمت‌های مختلف بدن انتشار بکنه. خصوصا مریضا اکثر اوقات لاور اکستریمیتی رادیکولوپاتی می داشته باشن، یعنی دردا از قسمت کمر به پایا انتشار میکنه. در سر ازی مریض سوزنک زدن، قرختی، خواب بردگی، ضعیفی را امکان داره که در قسمت پای خود تجربه کنه. توصیه من برای محترمی است که به یک از دکتر صاحبای بخش اسپاین یا ستون فقرات مراجعه کنن، عکس ساده گرفته میشه، در او اگر کدام مشکل جدی بود بر مریض لمبر سپاین امارای داده میشه عکس کلان و برای از اون موقعیت ها درست واضح میشه و مشخص میشه که در بین کدام فقره رشته اعصاب زیر فشار آمده و در سیر از اون مریض یک سلا ناراحتی و بیقراری رو در پاهای بزرگوار خود تجربه میکنه. تماس بعدی، بله؟ سلام علیکم جناب دکتر صاحب محترم. سلام آقا جان، شبتان بخیر، امیدوار هستم که تندرست باشین. تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. دکتر صاحب محترم، ما یک دلدردی داشتیم تقریبا 16 سال میشه، حالی یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه میگیره، یک
احضار نشدم باز اعلام میکرد. آقا جان سکو سکو برادر عزیز، اینی بخش در جمله گله و گذاری میایه و او ممنوع است. قضیه در چیست؟ بدون از اینکه مثلا تقریبا 15 ساله که به شکل دوره‌ای شکم درد میشی، بازی سال میشی، الایت میتا سر از این گپ میزنیم. از مواد غایتیت خون میایه؟ نه خیلی. در ضمن از وقت به تر مثال امید درد شکم با دیگه پاویا میداشته باشه؟ درد در کدام قسمت شکم است؟ ناف بالا، چارد و بر ناف، زیر ناف، پایان شکم، ای بغل راست، چپ، بالا، ای بغل کجا؟ طرف راست، زیر ناف است. خب در قسمت زیر ناف طرف راست، درست؟ بالا. این ما عملیات کردیم اپندیکس رو. حالا فعلا عملیات کردیم اپندیکس است. ما دیگه یعنی طول 15 سال هم اپندیکس ای تو شده میتونست 15 سال طول بکشه اپندکس شده باشیم؟ نه آقا جان، خوره خو کشیدی عملیات شد، گپش خلاص شد، درست؟ بله درست. به خاطر تثبیت از این درد شکمت وقتی که به دکتر صاحب مراجعه کردی آقا جان، معلوم شده که مشکل، بله راست میگه بی بی دوستم، راست میگه، عوامل مختلف وجود داره که سبب درد بطن پیش یک نفر شده. خیلی تو تماس تقطع کن که من را توضیح بتم آقا. برادرم، او وزن صحیح است که گاهی اوقات کتی درد شکم ارتباط داره، ولی بگذارین که من یک موضوع را توضیح بتم، درست است؟ یک موضوع را توضیح بتم آقای محترم که باز موضوع گت میخوره. ببینین صاحب، عوامل مختلف وجود داره که سبب کرونیک ابدومینال پین میباشه. من مجبور هستم تست توضیح بدم که اینال در تاک بک مرا دوستا دیوانه خواد کردن. ببینین دوستم، اگر یک فرد درد می داشته باشه، باید موقعیت مشخص شه که در کجای شکم است. آیا در بهتر مثال نیمه بالایی است، نیمه پایانی است؟ اگر در نیمه بالایی است، در راست است، در چپ. نیمه پایانی است، در راست است، در چپ. چون ما تقسیمات چهارگانه و نوگانه در شکم داریم. خب گپ در چی است؟ اینال وقتی که شما در قسمت راست پایانی شکمتان، فهمیدم مشتبه جان، فهمیدم دوستم، اگر در شما در قسمت پایانی راست شکمتان درد می داشته باشین، پاتولوژی و امراض مختلف سبب از این موضوع میشه. من به شما وعده میتم، چون دوستا گفته میرن که وقت برنامه تمام است، که ما یک بحث مفصل در مورد کرونیک ابدومینال پین یا دردهای مزمن بطنی می داشته باشیم، ولی بسیار احتمال میره که پیش شما یک حالت باشه به نام ایرتیبل بال سندروم یا سندروم روده تحریک پذیر، چرا یکی از عام ترین علت های درد دوره‌ای بطن ده که مترافق با اصالات قبضت می باشه و مریض با او درد باد شکم می داشته باشه همین تشکیل می ده. دوستای گرامی، فرصت به همین قد